منظورن عادت ها، عادت همون وابستگی است، وابستگی به چای، وابستگی به غذا سر موقع، وابستگی به خواب بعد از غذا، وابستگی یعنی میگیم که ظاهرا تو اصطلاحات عامیانه میگیم که عادت. خب این عادت ها سیستم ذهن ما رو میندازه توی چرخه سیکل معیوب. اونو توی این چرخه که میندازه کالبد ذهنی، کالبد ما رو باعث این میشه که از حالت منظم و لامیناری که هست با حالت توربولنس و حالت پیچیده‌ای بره و خلل و فرج و شکاف ها ایجاد بشه. و خود این کالبدا در از یک جور هم حفاظایی هستن، خصوصا در مقابل ویروس های غیر ارگانیک. در این صورت راه برای نفوذ و آلودگی ما در مقابل موجودات غیر ارگانیک باز میشه و به هر حال اعتیاده. میخواد به چای باشه، میخواد به غذا باشه، میخواد به نمیدونم هر مسئله باشه. حالا تصور ذهنی همه عمدتا میاد روی وقتی میگه اعتیاد، میره روی سری چیزهای خاصی. هر گونه اعتیاد نوعی وابستگی، ذهن رو میندازه توی چرخه ای. منتها اگر اعتیاد به چای و راجبه صحبت نمی کنیم، به خاطر اینکه ضرر اجتماعی مثلا نداره، ضرر نمیدونم چی نداره، ما هم حرفی راجبش نمیزنیم. اما از نقطه نظر درگیری، همون درگیری رو ایجاد میکنه که هر نوع اعتیاد دیگه. منتها اعتیاد دیگه اثرات شیمیایی مخربی هم داره که جسم رو سریعا تحت تاثیر قرار میده. حالا چای ممکنه نداشته، پس هر وقت شد چای میخوریم، نشد نمیخوریم، بود نمیخوریم، یه روز زور غذا میخوریم، یه روز نمیخوریم، یه روز دو میخوریم، یه روز یازده، یه روز فیران، یه روز خب نه خب این مسئله مزاحمت اون منه نیست. مزاحمت این کسی منی که امروز آشنا شدیم این نیست. این یک برنامه غلط وارد شده و اون برنامه غلط خودش سیکل معیوب ایجاد میکنه. ویروس های کامپیوتری و اینا هم در واقع یه همچین کاری انجام میدن، یعنی مشابه داره. ویروس کامپیوتری هم میاد همون یه سیکل که اونجا را میفته دیگه متوقف نمیشه، و برای ما هم همینطوره. این را میفته دیگه متوقف نمیشه. به محض اینکه سر ساعت چای نخوری سردرد، درام، بیسار، بی‌حوصله میشیم، درام میشیم، بیسار میشیم. بنابراین توی این سیستم که ما حرکت میکنیم، در سیستمی که شعور الهی رو داریم و میتونیم از امکاناتش استفاده کنیم، در نهایت وابستگی بی وابستگی، یعنی زندگی میکنیم، میخوریم، میاشام، میریم، اما هیچ برنامه سیکلی در اون نباید وجود داشته باشه و ما رو به نوعی در اسارت بگیره و باعث صدمه خوردن کاربرد ذهنی و اینامون هم بشه، که بعد به دنبال اون درگیری های موجودات غیر ارگانیک کنیم دونم این حرفا پیش بیاد. بنابراین توی این سیستمی که با هوشمندی کار میکنیم، هیچ اثری از هیچ نوع در واقع این سیکل معیوب، خب پس مفهوم اعتیاد یعنی چی؟ سیکل معیوب تکرارپذیر، تکراری. سیکل معیوب تکراری نباید مشاهده بشه. وقتی مشاهده میشه، ایجاد مسائل و مشکلات و قضایای دیگه ای رو داره که خب مشخص. بفرمایید. آیا این دست خود ماست که برطرفش بکنیم، یا اینکه بسپاریم دست حلقه و این شبکه؟ ببینید، اینجا یک چیزی رو برخورد کردیم، درسته یا نه؟ بحث الان اطلاعاتی رو با هم بررسی کردیم، البته اجمالی بود، راجبه میتونیم خیلی مفصل‌تر یه ساعت میتونیم لااقل راجبه صحبت بکنیم و از نقطه نظرهای دقیق تری اینو چیکار بکنیم مورد بررسی قرار دیم، اما همین کافی بود. این میشه یک بینش که چرا
این رنگ تعلق، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. حالا یک موقع رنگ تعلق بنیم دونم یه چاییه، یک موقع رنگ تعلق به یک ماجرای دیگه ایه میکنه. حالا در پاسخ به سوال دوست عزیزمون اینه که اول باید اطلاعات داشته باشیم. اطلاعات داریم اختیار بکنیم، یعنی یک در وادی طلب قرار میگیریم. وادی طلب رو باید توش قرار بگیریم، بگیم آقا ما میخوایم. کسی نمیاد در دم در خونه ما رو بزنه، خب بیاد در بزنه بگه که دام شما مثلا کنترل ذهن میخواید. خب ما طلب کردیم، این وادی طلبه، یعنی اختیار کردیم، اومدیم، حالا اومدیم، اما از حالا بعدش از دست ما کاری برمیاد؟ عمدتا بر نمیاد. اون وقت اینجا به ما چیکار بکنن؟ کمک بدن. لذا این تحصیلات و این مسائل در نهایت ما کمک میگیریم. اگر کمک نگیریم باید بریم سراغ توانای فردی. توان فردی هم چرا بعضیا میتونن، تونستن با توان فردی هم چایشون رو کنار بذارن، احتیاجشون رو کنار بذارن، میدونم تونستن، نه اینکه نشه، اما خب ما میتونیم کمک هم داشته باشیم که خب سر موقعش هم چیکار میکنیم؟ اون کمک رو میگیریم، خودمون رو نجات میدیم. چون اینجا نجات پیدا نکنیم زندگی بعدیمون هم گیریم. آخه فقط مسئله همینجا نیست که بگیم خب آقا به جهنم ولش کن. دوباره بحث اینجاست که حالا دوستانی که تشعشع دفاعی رو تجربه کردن میدونن اینجا نجات پیدا میکنیم، اونجا تازه گیریم. خب لذا بهتره که همینجا اصولی با مسائل برخورد بکنیم، شناسایی دقیقی داشته باشیم تا بتونیم این شناسایی دقیقمون رو هم به نسل بعدی، به بچه هامون، به اینام انتقال بدیم، اونها بدونن این مسائل و ماجراها رو بدونن و نحوه زندگی خودشون رو بتونن چیکار بکنن؟ ردیب بکنن. یه توی این رابطه من یاد یک داستانی هم افتادم. زمانهای قدیم وقتی آوازه یه عارفی چیزی در بلاد ها میپیچید و اینا، مشت آقا را میافتادن. خب حالا با امکانات بسیار سخت اون زمان از این بلاد به اون بلاد و از اینجا به اونجا میرفتن به ملاقات اون فرد تا ببینن که این چی پیدا کرده. اونا که عاشق بودن و اینها این سختی راه و همه چیزها رو بر خودشون هموار میکردن و با همه خطرات و مشکلات می اومدن و عشق دیگه برن بیرن آقا این چی پیدا کرده. خلاصه آوازه یه نفری و پیچید و اومدن رفتن یه کسی گفت برن پیشش ببینم که خب این چی پیدا کرده. اومد و گفت که خب چی پیدا کردی، چه کرامتی، چه چیزی. گفت من هر وقت گرسنم بشه میخورم، هر وقت خوابم بیاد میخوابم، هر وقت همجوری چند تا چیزو گفت. خب چی میخواستی بگه؟ چی پیدا کرده؟ ما الان میخوریم، چرا میخوریم؟ چون شده ساعت 12، نه اینکه گرسنه نمونه، ساعت شده 12. خب میخوابیم چون غذا خوردیم، چای پشتش باید باشه. چرا چای میخوریم؟ چون غذا خوردیم. چرا اینجوریه؟ چون اونطوریه. چرا؟ بنابراین اون گفت من هر وقت اونجا از خواب بیدارشم خوب شدم، هر وقت خوابم اومد میخوابم، منظوری بود هر وقت گرسنم شد میخورم، نه بر حسب عادت. خب این خودش یک کرامته. حالا کرامت مثبت، کرامت منفی هم که داریم، این یک کرامت مثبته که بر حسب نیاز ما حرکت کنیم. ما از دوره یک سری از دوستان میان میگن که وای من دیگه نمیخوابم، خوابم اصلا شده 2 ساعت. یکی میام میگه من خوابم شده اینقدر، یکی درسته یا نه؟ یادتون هست اون برهم زدن الگوهای کلیشه ایست که در ذهن ما ایجاد شده حتما باید اینقدر بخوابم. الان میگه که من فقط 2 ساعت میخوابم، انرژیم هم سر جاشه، اینطوری اینطوری. بعد در واقع این هوشمندی اومده اون الگوهای ما رو چیکار کرده؟
برهم زده. شاید ما واقعا به 3 ساعت خواب نیاز داریم، شاید واقعا به 10 ساعت خواب نیاز داریم و فشار وحشتناکی رو خودمون گذاشتیم 4 ساعت میخوایم صبح پاشو بده 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 شب نه. خب این میاد همه اون الگوها رو چیکار میکنه؟ برهم میزنه، ما رو با یک ماجرای جدیدی برخورد میده. منتها تمام این جزئیات رو واقعا چون مفصله ما چاره نداریم جز اینکه به تدریج باش برخورد بکنیم.